سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون جریان داره کنار نیست خونه خودش سلام خونه خودتون جریان داری و فرزادم اون جریان داره سلام جونم براتون میگه سلام بلا خدا واقعا من دیگه رد دادم دیگه جورا براتون میگه امروز اپیزود 215 ماست برگشتیم با یک موضوع جدید دیگه قبلش میخوایم در مورد چیزی میخوایم صحبت کنیم یا کلا کارون بفرستیم بره تو اپیزود بعد برگردیم در مورد مختلف صحبت بکنیم من میخواستم قبل اینکه کارون به سر اپیزودش تشکر کنم از همه کسایی که یوتیوب میان میبینن کامنت میدن سابسکرایب کردن خیلی به ما حال میده خیلی هم دوست داریم ما خودمون یوتیوب و خیلی هم خیلی بقیه هم دوست دارن یوتیوب پس دمتون گرم آره 500 و 560 خورده نفر توی یوتیوب به ما سابسکرایب کردن اگر که شما از یوتیوب نگاه میکنید لطف بکنید سابسکرایب بکنید اینا به هزار تا برسه خوب میشه دیگه میافته تو سرزیری دیگه میافته تو سرزیری آره گم کلا این مدت حالا میدونم به خاطر اینکه آدم ها بیشتر توی خونه هستن یه در واقع شور و شعف مضاعفی روی حالا فضای مجازی وجود داره و دم همه گم دیگه کلی مسج اومده سعی میکنیم همه رو در اسرع وقت جواب بدیم کارون جان بگو ببینم امروز میخوای در چی صحبت بکنی ما رو به کجا ببری آماده اید بعید بدونم قیافت اون جوری می‌کنی نمی‌خوای سر <تصفح> ابزار خودت هم نمی‌خوای بزنی سر دستگاه بشینید نه بابا اون اصلا میکنه او می‌کنه اون معذبم می‌کنه فکر کنم نورم اینجا یواش یواش خیلی کم میشه کم شد بگید من برم چراغ روشن کنم برا. آها چون که مثلا از الان روشن کنی چیز میشه برق حالا روشن کنم یه برو دیگه تا اینجا اومدی حالا با شورت بلند شده چی چه تغییری کرد کارو اصلا که دارن میشنم فقط کارو الان با شورتش بلند شد و رفت چراغ خوشن کرد و اصلا تغییر نکرد میتونم اون چراغ رو بیارم این صحبت کن صورت کسی کاری نداره و تا من اینجا آره آره <applause> آره من یه تلاش عجیبی که توی این دوران قرنطینه دارم میکنم تلاش برای جلوگیری از زوال عقله به که تو تنهایی شما زیاد بمونی زوال عقل پیدا میکنی بله. او اون هفته پیش ما پارادوکس فربی و اون مستندی که در واقع من برای این موجودات احتمالی فضایی دیده بودم صحبت کردم این هفته گفتم بیام یه ترکیبی براتون بزنم <applause> آقا قبل بگی زوال یعنی چی من نمیدونم واقعا از چیز شدن دیگه یعنی به سمت میاد. نابودی پیش رفتن آها اوکی بلده. آره دیگه خیلی از اینا میاد دیگه رو به آره افول میکنه بله. آره براتون یه ترکیبی ها بردم از چی؟ از تکامل نظام بس بس سرمایداری و مصرفگرایی و دوپامین آزمایش فکری خیلی سهل کردم دو پامین این تو بگنجونم نشد امیدوارم که در آینده من بتونم اندورفین رو چی؟ اندورفین هم نداریم <تصفح> 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 نه نه اون رو نداشتم اوه ترکیبیه تکامل نظام سرمایه داریم مصرفگرایی و آزمایش فکری بفرمایید چجوری میخواد شروع کنه اینجوری؟ ترمزاتون رو ببندید بشینید ببینید میخواد این چی بگو آره چجوری میخواد شروع کنه اینجوری که ما انسان ها تنها انسان های روی کره زمین نبودیم انسان هایی که میگن یعنی ما سی ها تنها انسان هایی که روی کره زمین بوده نبودیم اما و اقسام اصطلاحا میگن انسان نما های دیگه روی کره زمین بوده که عمرشون به میلیون ها سال قبل برمیگشته تا یه زمانی که تصور میشه و تکامل یه روند خطی داشته یعنی چی میگم خطی یعنی اینکه مثلا یه انسان اولی خیلی در مثلا دو میلیون سال پیش انسان نما به وجود اومده بعد این هی بهتر شده بهتر شده مثلا دوتای آخریش بودن نئاندرتال و بعدش هم آخریش هم ما بعد بله. این و ما دوتای آخریش بودیم سیپیانا بعد الان فهمیدن که نه اصلا همچین چیزی نیست میگن یعنی تکامل عین یه درخت عمل میکنه که یه عالم شاخه داره اینا یه تنه مشترک دارن یعنی از یه جایی یه موجود مشترکی شروع شدن یه نیای مشترکی دارن ولی این شاخه‌های مشترک شا... شاخه‌های خیلی در همتنیده مختلفی داره که اینا یه جایی از هم جدا شدن و در واقع روندای مختلفی رو پیش گرفتن و حتی یه جای این شاخه‌ها ممکنه قطع شده باشه و افتاده باشه یعنی اینکه یه موجودی در واقع منقرض شده باشه بله یکی از این گونه ای انسان ها <applause> که خیلی هم به ما نزدیک بوده چی بوده انسان نئاندرتال بوده بله خب که ما با اینا همزیستی داشتیم از 430 هزار سال پیش نمونه هاشون هست ولی از 130 هزار سال پیش تا 40 هزار سال پیش خیلی ما نشونه از اینا زیاد داریم آثارشون روی فسیلا اینا هستن توی قارا پیدا شده است ولی از 40 هزار سال پیش دیگه نداریم اینا گم شدن انگار دیگه نیستش ما هیچ آثاری توی طبیعت ازشون نداریم که مربوط به نزدیکتر از 40 هزار سال پیش به ما باشه ما که پیان هستیم از 200 سال پیش دیده شده نمونه هامون و خب الان که هستیم یه yes, 160 هزار سالی پس ما با اینا زندگی کردیم با این نیاندرت ای حالا این بارد. که چقدر مسالمت آمیز بوده این همزیستی خیلی نمیدونیم ولی احتمالا اصلا مسالمت آمیز نبوده بخضو. بعد حالا اگه شکلش دیده باشید کلا اینا که ناندرتالا توی اروپا و آسیا اینا بودن از آفریقا هم خوب شروع شده بودن مثل همه انسان ها بعد شکلش دیده باشید اینا دماغای بزرگتری داشتن قدشون از ماها کوتاهتر بوده سایدشون کوتاهتر و ولی پهتر بوده کمر پهنی داشتن پاهاشون کوتاهتر بوده کلا چقه رو بد بدن بودن یعنی جسمی احتمالا از ماها قوی تر بودن بله اوایل انسان های با... زمختی به نظر میان حالا اکساش اگه تو گوگل بزنید کار کرده انقشن آره چقه <applause> رنگشن بعد اوایل باور بر این بوده که اینا خیلی اصلا ابتدایی بودن دلیل اینی هم که حالا از چل سال پیش دیگه نبودن این بود که ابتدایی بودن و بالاخره به هر طریق انسان تونستن که اونا رو از بین ببرن و فکر میکنن آره به اندازه ما هم تکامل یافته نبودن بعد شواهدی پیدا شد که نه که اینا مغزشون به اندازه ما بوده اتفاقا ساختار اجتماعی خیلی جالب و پیشرفته هم داشتن که همدیگر رو حمایت میکردن اینا بله. کجا فهمیدن یه قاری رو پیدا کردن توی عراق که توی این اسکلت های یه نیاندرتال حدود چهل ساله بوده درست این نیاندرتال ظاهرا داغون شده بوده یعنی چیه چشش نمیدیده جمجمهش آسیب دیده بوده دنداش شکسته بوده مثلا یه دستش ظاهرا مشکل داشته پاش مشکل داشته یعنی به زور حرکت میکرده غذا نمیتونست درست بخوره چشش نمیدیده کلا و این هم اینجوری نبوده که دم مرگش این اتفاق افتاده باشه و مرده باشه مثل که سالها با این وضعیت زندگی, کرده. آره زندگی کرده این یعنی چی؟ یعنی اینکه توی جامعه ای که اونا بودن یکی از این مراقبت میکرده یعنی اینو تنها ولش نکرده بودن که از بین بره یعنی اینکه موجودات با شعوری بودن موجودات با فکری بودن <laughs> من. یعنی یه ساختار اجتماعی داشتن که یکی میرفته شکار میکرده میآورده یکی مثلا غذا رو حاضر میکرده یکی هم از این مراقبت میکرده پس اون باورایی که ما داشتیم که نه مثلا اینا خیلی ابتدایی و کودن و اینا بودن اینا غلطه درست اینا موجودات پیشرفته بودن مثل ما بودن ولی اینکه حالا چه اتفاقی افتاده چه هزار سال پیش که دیگه اثری ازشون نیست و اینکه چه رقابتی بین ما و اونا توی منابع طبیعی دنیا بوده که اونا از بین رفتن این دقیق مشخص نیست اونایی که شاید حالا جسمی از ما قوی تر بودن ذهنی هم از ما چیزی کمتر نداشتن دو تا مشاهده جالب انجام دادن بر اساس حالا آثاری که از اینا مونده و شکل استخون و جمجمه ای که داشتن بخ... مشاهده جالب اولی که میخوام بگم به جمجمه اونا برمیگرده یه مقایسه کردن جمجمه سی پیانو رو با اون ناندرتالا دیدن یه بخشی از مغز اونا صاف بوده که ما یه انحنایی داره که اون انحنای یه تیکه از حالا مغز و حالا این پایین نزدیک گلو و اینا قرار میگیره که باعث میشه ما بتونیم صداهای پیشرفته تر و پیچیده تری رو تلفظ کنیم به یعنی ادا کنیم چیزایی که اونا نمیتونستن اینا هم حدس و گمان یعنی من باز دیدم سر این هم مشاجره هست که بعضیا میگن نه اینطوری هم نبوده ولی حدس میزنن که شاید زبانی که اونا استفاده میکردن به پیچیدگی زبان ما نبوده در نتیجه ارتباطی که با هم داشتن ممکنه به پیچیدگی ارتباط سی پیانو نبوده باشه <applause> دومی دو راجع به آثاریه که به مونده از سی پیانو از هزاران سال پیش توی قار و اینا یه سری نقاشی و سمبول و اینا رو در و دیوارش پیدا شده اصطلاح <applause> میگن یه سیمبولیک لایف داشتیم یه زندگی سمبولیکی داشتیم و هنوزم داریم هنر جریان داشته فکر جریان داشته ولی همچین چیز مشابهی رو از ناندرتالا پیدا نکردن ظاهرا یعنی در واقع ما یه ابزاری داشتیم که افکار و عقاید و این داستان رو میتونستیم به اشتراک بذاریم ولی ما مشابه این جمجمه رو نگاه میکنم که داریم صحبت میکنیم میبینم که جمجمه خیلی بزرگتر بوده و خیلی مثل این جمجمه های حالا آدم فضاییه که الان میکشن تش کشیده تره ما رو ناندرت... نیاندرتالا اون شکلی بوده حالا بگو بازم اگر چیزی دیدم میگم آره این دوتا مشاهده جالب هستش حالا تمام دلایلی که ممکنه اونا با ما فرق داشته باشن که اینا نیست ولی این دوتا مشاهده مشاهده جالبیه یه عددی هست عدد 150 که هممون شنیدیم میگن تعداد آدمایی که ما میتونیم توی گروه اجتماعی خودمون توس. آره داشته باشیم و با اونا رابطه معنادار داشته باشیم من. که البته سوشال مدیا و شبکه های اجتماعی عدد رو ممکنه تغییر داده باشن چون بالاخره ما آدم داریم که چند ده هزار چند صد هزار فالوور دارن و خب این اصلا مطابقت نداره با این عدد 150 ولی همچنان ما با همه اونا رابطه معنوی که باشید. آفرین آره رابطه معنادار لزوما با همه اینا ندارن که این عدده بر چه اساسی به دست اومده ظاهرا اینجوریه که اند... اندازه نسبیه یه بخشی از مغز به بدنه که این عدد رو مشخص میکنه اون بخشی از مغز اسمش چیه فرزاد نیو که بخشی از مغزه که مسئول ادراک و زبانه باد. خب میگن اندازه نسبی اون بخش از مغز به اندازه بدن این عدد 150 رو تعریف کرده که برای انسان ها خیلی بزرگه برای حالا میمون و خیلی کمتره اونا موجودات اجتماعی مثل ما نیستن باد. ولی همچنان عدد 150 هم عدد بزرگی نیست دیگه از اینجا به بعد میخوام اشاره کنم به کتاب سیپینزی که آقای یوال نوا هراری نوشتن که متاسفانه این کتاب تو ایران ممنوع چاپ شده توی این سری که من ایران بودم رفتم با یه کتابخونه صحبت کردم گفت اصلا به ما دستور دادن که عملو جمع کنیم پی دی افش فقط هست ولی خب ترجمه شده انسان خردمند اسمش آره انسان خیراتمن ترجمه شده که فرهاد داره میخونه و امروز نتونست آره باشه آره میتونست باشه که نبود بعد توی این کتاب آقای حراری از یه رویداد یه انقلاب توی تاریخ تکامل صحبت میکنه به اسم چی؟ به اسم Cognitive Revolution یا در واقع انقلاب شناختی یا ادراکی یا حالا هر اسمی که براش میذاریم بله میگه که مغز ما سیپیانا یه قابلیتی رو توی خودش به وجود آورد که میتونه باورهای راسخ داشته باشه به مفاهیمی که لزوما وجود ندارن ازشون اسم میبره به نام Imagine Reality یعنی واقعیت تخیلی مفاهیمی که توی مغز ما بسیار قوی هن. توی مغز ما ما بهشون باور راسخ داریم ولی اینا وجود ندارن این در این Imagine Reality در, در مقابل objective reality قرار میگیره که objective وقتیه که اون مفهوم مستقل از باور و عقیده ما وجود داشته باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا باور به جاذبه مهم نیستش که من بهش باور دارم یا نه جاذبه وجود داره objectively جاذبه بیرون وجود داره یا مثلا باور این که آقا من برم وارد محیطی بشم کرونا توی اون محیط ویروسش باشه من اونو میگیرم چه من باور داشته باشم به چه باور نداشته باشم اینا ابجکتیو ولی یه مفاهیمی سابجکتیو حالا بیشتر توضیح میده ایشون من دارم نقل میکنم میگه این این قابلیت مغز سیپیانا بوده که باعث شده 150 که هیچی توی گروه های خیلی بزرگتر تا چندین میلیون نفر چند میلیارد نفر حتی ما میتونیم برای رسیدن به یه هدف مشترک تلاش کنیم میتونیم رابطه معنادار داشته باشیم میگه که نشونه هایی وجود داره که حالا اون انسان اولیه چند ده هزار سال پیش میگه که تجارت میکردن توی مسیرهای طولانی یعنی مثلا از آسیا بگیر تا اروپا اینا زنجیری داشتن که تجارت انجام میدادن یعنی کالا رد و بدل میکردن تو اون زمان؟ رو جیبا... آره آره مثلا فسیلی رو, پی... رو پیدا کردن که مثلا مال مدیترانه بوده ولی ته اروپا پیدا شده پس اینا داشته جابجا جا, به جا می شده میگه چه مکانیزمی وجود داشته چه ساختاری بوده که اینا به هم اعتماد میکردن خیلی جالبه دیگه بعد میگه این واقعیت های تخیلی بوده که انسان ها رو توی این گروه های خیلی بزرگ انسان که میگم منظورم سی پیان هست ماها رو توی گروههای گروه های خیلی بزرگ کنار هم نگه داشته و باعث شده که بتونن کنار همدیگه همکاری بکنن برای هدف مشترک خب این باورها چی ان ایمیجین ریالیتی واقعیت های تخیلی مثل باور حالا به یه خدای مشترک باور به یه دین مشترک به یه فرهنگ مشترک اینو امروزی رو نگاه کنیم تو جوام امروزی مثلا باور به یه ملیت خب توی طبیعت که ملیتی به اسم ملیت ایرانی وجود نداره که خب ما که ایرانی, ایرانی همه جا وجود داره اینطوری نه ولی مثلا من ایرانی توی خارج از کشور برم توی خیابون ببینم که یه ایرانی دیگه نیاز به کمک داره احتمال اینکه به اون کمک کنم بیشتر از اینه که ببینم یه خارجی نیاز به کمک داره ایمان چشوش ریس کرد میخواد بگی نه این ایرانی رو وردار مثلا با ملیت آلمانی جایگزینش کن فرقی نداره با هر چیزی میگه یارو ببینه هموطنش توی یه نقطه دوری از دنیا هم ببینتش احتمال که باهاش یه رابطه عاطفی نزدیکتر برقرار کنه بیشتر از یه غریبه است چرا؟ به خاطر همون تصوری که از این واقعیت داره که ملیت یه, یه مفهومه باید. در صورتی که میگه این مفهومیه که بیرون وجود نداره این مفهومیه که صرفاً توی ذهن ماست و زایده ذهن ماست ولی همه ماها به این باور داریم و این باور است که باعث میشه همه ماها کنار هم قرار بگیریم خیلی سفت و آره این ظاهرا تفاوت خیلی بزرگی بوده که بین ما و تالا هست این از دیدگاه آقای حراری یا ممکنه نظرات مخالف دیگه هم باشه ولی میگه این سیمبولیک لایف این باوری که ما به این واقعیت های تخیلی توی ذهنمون داشتیم که باعث شده ما بتونیم کنار هم زندگی کنیم توی گروه های بزرگتر و حتی بالاخره یه جایی از تاریخ اونها رو منقرض کنیم سر رقابتی که روی منابع طبیعی و این داستان ها بوده اینو گیم آف ترونز سریالش رو که هممون دیدیم احتمالا خیلی دیده باشن خیلی قشنگ اینو به تصویر کشید اونجایی که این دنریس یادتونه توی ایستروس که بود داش لشکر کشی میخواست لشکرش رو داشت آماده میکرد که بیاد به غرب حمله کنه آه. اه اون موقع این همه چیز داشت پول داشت قدرت داشت سپاه داشت اجده ها هم داشت دیگه واقعا همه چیز داشت بله. یعنی حکومت کاملا قالب و چیره ای داشت به مردمی که توی اون ناحیه بودن ولی یکی رفت برای اینا یه آدم خردمندی رفت یه خانومی رو با یه فرقه ای آورد یه فرقه ای که یه باوری رو توی مردم را اونجا ایجاد کنن یه دینی رو آورد که چرا باید این کارو بکنه اینی که همه مدل قدرتی داشت چرا باید نیاز داشته باشه که آدماش به یه چیز دیگه هم باور پیدا کنن به یه مفهومی که بیرون وجود نداره چون سپاهش که بیرون وجود داشت پولم که داشت قدرت که داشت چرا به این نیاز داشت به این نیاز داشت به خاطر اینکه اون مردم بیشتر با هم همبستگی داشته باشن به یه چیز واحد باور و ایمان پیدا کنن که اینا بهتر بتونن کنار هم حالا اون مسیری که این مد نظرش بود رو جلو برن و به نظر این خیلی جالب اونجا به تصویر کشیده بشد که چرا نیاز داشتن یه دین داشته باشن توی اون شرایط درست اینو ما بیایم یه مثال دیگه که براش بزنی مثلا مفهوم باشگاه های ورزشی خب شما هر باشگاهی که در نظر بگیری حالا تو ایران استقلال پرسپولیس سپاهان هر چی این باشگاه ها خب 50 60 ساله که هستن کم و بیش این باشگاه ها ساختموناشون عوض شده زمینی که توش تمرین میکردن عوض شده مؤسسشون که دیگه الان تو دنیا نیست بازیکناشون که عوض شدن ولی تو ذهن همه ما انسان ها این باشگاه ها وجود دارن اون چیه که وجود داره اون دقیقا همین واقعیت تخیلیه یه مفهومی که وجود خارجی نداره رو ما تو ذهنمون به وجود آوردیم و براش هویت قائلیم تا این حد که محاضریم... این هویت هم کمک کرده به این نیو نیادنتر اسمشون یادم رفته بوده نیاندرتال نیاندرتالا که بتونن در واقع به سیپیانا کمک کرده که بتونن از اون نئاندرتالا چیز بگیرن پیشی بگیرن توی این حرف من نیست دیگه این آقای حراری داریم میگه همون می دیگه اینه آره آره این میگه که این کاگنیتیو رولوشن در واقع این اتفاقی که افتاد و این ذهنها در واقع تونستن به چیزهایی باور پیدا کنن که فقط توی ذهنشون بوده این باعث شد که اینا بیشتر منسجمتر بشن کنار هم بتونن کار بزرگتری بکنن و میگم حالا تجارت میکردن از کجا تا کجا و اینکه شاید این دلیلی بوده که تونستن اونا رو منقرض کنن توی گروه های بزرگتری تونستن با هم همکاری کنن با اینکه اونا جسمی ممکنه از ما قوی تر بوده باشن و ذهنی هم چیزی کم نداشتن خب ذهنی آره. پسیزی کم داشتن دیگه در واقع این قسمت از مغزشون اینطوری برداشت نمیکرده ممکن آره آره ذهنی منظورم که سایز مغز و ایناشون یکی آره. بوده ولی خب ساختار اجتماعیشون پیچیده بوده آره ولی این این تخیله رو ممکنه نداشته باشن این زندگی سیمبولیکی که ما داریم و مثلا اونا نداشتن نقاشی نداشتن شاید افکار رو اینجوری بین خودشون نمیتونستن رد و بدل کنن که سی پیانو تونستن باشگاه پرسپولیس آره باشگاه ورزشی حالا گفتم که یه میگم یه مفهوم یه توی ذهن ما بارد. که بیرون نیست ولی مستقل از اینکه مکان باشگاه کجاست چه بازی کنه ای توشن ما به یه چیزی باور داریم که این با. هست با. و اون فقط تو ذهن ماه اون اپیزودی که راجع به آزمایش فکری رفته بودم و یادتونه دیگه Thought Experiment با. توی اون از یه کشتی صحبت کردیم گفتیم فرض کنید یه کشتی روی آبه این کشتی رو دو هزار سال روی آب نگه داشتن چجوری اینجوری که هر بار یه قطعه از این کشتی خراب شده رفتن اینو عوضش کردن به مدت 2000 سال اونجا بوده بعد سوال اینه که از نظر شما آیا این کشتی همون کشتی اولی است ابزو 182 آزمایش آره. خب. آره یکی از مثالاش این از نظر شما این کشتی آیا همون کشتی اولی است که خب جواب مختلفه معمولا میگن نیست اگه که نیست فرض قطع شد فرض یو ویدیوش رفت ولی خب حالا تو ادامه بده خودش فکر کنم باشه ویدیوش من هستم باشه ادامه بده بچه. آره <coughs> سوال اینه یه سری میگن که نه این کشتی دیگه همون کشتی نیست سوال اینه که اگه که نیست از چه زمانی دیگه اون کشتی نیست بله مثلا وقتی که آخری قطعش رو کردن آره یه سری میگن 50 درصد که کسی هم نمیدونه چرا میگیم 50 درصد ولی خیلی ما از خیلی هاش نمیدونم این عدد 50 درصد میگن یه سری هم ممکنه بگن نه این هنوز همون کشتی است این همون کشتیه که 2000 سال پیش بوده چون میدونی یه روح یه ماهیت یه هویت براش قائلیم توی ذهنمون که... اون که تغییر نکرده دیگه آره توی ذهن ما تغییر کرده. آره فیزیکش تغییر کرده ولی تو ذهن ما هنوز ممکنه یه چیزی باشه دهن به دهن چرخیده از چند نسل ما که این کشتیه مثلا اون موقع رفته تو آب هنوزم ما اینو سالم نگهش داشتیم <applause> پس دوباره یه مفهومی توی ذهن ما هست که میگه که این کشتی همون کشتیه این کشتی زنده است این کشتی از بین نرفته این یه مثال دیگه از همین مفاهیمی تخیلی در واقع واقعیت های تخیلیه که ذهن ما انسان ها خیلی راحت بهش باور پیدا میکنه توی این کتاب حالا مثال های بیشتر میزنه مثلا میگه حقوق بشر مثلا آزادی فردی یا حقوق برابر همه برای همه انسان قانون اساسی میگه همه اینا نمونه های همین واقعیت های تخیلیه ها. اینا بیرون وجود نداره ملیت بیرون وجود نداره ولی توی ذهن ما هست <applause> و حتی راجع پول هم همین نظر رو داره میگه پول هم بیرون وجود نداره ولی همه ماها بهش باور داریم و براش کارو هم که نمیکنیم بعد میگه که پول وجود داره یا نداره وقتی شروع کردی شستن ظرفا موقع دیگه پول وجود داره یا نداره. <applause> مرده و داد دستت به آره حالا جلوتر به این من اشاره میکنم به تی؟ اه... نه به همین پرزور. پول اینا ببین وقتی میگه،, میگه, که وجود نداره منظورش اینه مثلا اکسیژن رو ما میدونیم تو طبیعت وجود داره کربن وجود داره خودش هست آثارش هست ولی پول یه چیزی که تو ذهن من و توه اون اسکناسه که نیست آره که اگه بود مثلا ما الان تو بانک یه عدد فقط داره به ما نشون میده ولی... دست انسانه فکر انسانه آره بعد میگه که علوم اجتماعی تلاش خیلی زیادی میکنه که این قابلیت رو توضیح بده که چه اتفاقی داره میافته میگه سه تا دلیل هم اشاره میکنه که چرا یعنی ایشون سه تا دلیل اشاره میکنه که چرا همه ماها ناتوانیم در تشخیص این که خیلی از این مفاهیمی که زندگی ما رو شکل دادن صرفا توی تخیلات ما هن. وجود خارجی نه مثلا پول پول زندگی ما رو شکل داده این باورا ملیت فرهنگ قانون نمیدونم حقوق بشر اینا زندگی ما رو شکل داده ولی اینا وجود ندارن ولی ماها نمیتونیم بفهمیم که اینا وجود ندارن میگه سه تا دلیل وجود داره قشنگ میگه میگه اولش اینه که اینا آمیخته شدن با زندگی مادی ما چجوری مثلا مفهوم فردگرایی رو میگه که چجوری ما مثلا فردگرا هستیم و چجوری ممکنه نیاز داشته باشیم به این آزادی های فردی که داریم چجوری قاطی شده این با زندگی مادی ما میگه خونه که شما میخرید الان یه اتاق داره اتاق درش قفلم میشه یعنی هر بچه میره توی اتاق خودش در رو قفل میکنه که حتی مادر پدرش هم نمیتونه بره در اون اتاق رو باز کنه بدون اجازه بعد. این زندگی مدرن کنونی اینجوری دیگه ولی مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش چه بود اتاق که نبود همه با هم کنار هم جو تو سال می خیاری کنار هم کناره. <تصفح> آره میگه آدمی که اون موقع زندگی میکرده آدمی که مال اون عصر بوده اصلا برای آزادی شخصی خودش این احترام رو قائل نبوده که من مثلا یه محیط در بسته میخوام بند. من حریم شخصی خودم رو میخوام درسته درست این وجود نداشته دیگه این الان بند. به وجود اومده پس این آمیخته شده با زندگی مادی ما یه سری از این باورها بعد یا میگه که اون موقع مثلا زمانه قدیم الان چجوری الان میگن که شخص تو فقط مهمه مهم نیست بقیه راجع به تو چه نظری میدن خودتی که ارزش صرف وجود تو ارزش داره میگه در صورتی که اون موقع اینجوری نبود اون موقع خیلی مهم بود چه جایگاه اجتماعی داشتی توی سلسله مراتب بالا اجتماعی بقیه در مورد چی فکر میکنن؟ بقیه در مورد چی فکر میکنن ما تو فارسی هم داریم میگه میگن مردم چی میگن ببینید مهم بوده پس الان شاید کم رنگ شده ولی نظر بقیه در رابطه با ما مهم بوده ولی الان به سمت فردگرایی میریم و اینکه حالا خود من فقط مهمم با. یا من هم که مثلا حریم شخصی لازم دارم پس این توضیح داد که چجوری با این مفاهیم تخیلی ممکنه با زندگی مادی ما آمیخته شده باشه یه حالت دیگه اینه که میگه این خوراک ایمانه میگه که این مفاهیم تخیلی تمایلات و خواسته های ما رو در واقع دارن شرح میدن چجوری؟ میگه اکثر ما اکثر خواسته های ما بر اساس باورهای ملیگرایانه سرمایه داری رومانتیک شکل میگیره خب یعنی چی؟ مثلا یه اتفاقی برای شما میفته دوستان توصیه میکنن که به ندای قلبت گوش بده اینو شنیدیم دیگه همه درسته yeah. میگه قلب که دروغ نمیگه احساس هم دروغ میگه ببین قلبت داره آدم میگه. مسته که دروغ نمیگه <تصفيق> <تصفيق> بعد خیلی جالب اشاره میکنه میگه قلب که از باورهای غالب روز یعنی دامیننت روز داره دستور میگیره میگه این جمله به ندای قلب گوش بده رو قرن 19 و باورهای رومانتیک و قرن 20 و باورهای مصرفگرایانه توی مغز ما قرار داده تا اینجا که تبلیغ دایت کوک نوشابه رژیمی چیه میگه که دو what feels good یعنی برد. چیزی که حس خوب میده مثلا میدونی در همون دیگه میگه قلبت داره چی رو به تو میگه همونو انجام بده این برد. دوباره از این باورهای حالا رومانتیک و مصرفگرایانه و این داستان داره در میاد Uh, یه مثال دیگه بزنم که این قلبت داره چی گوش میده و اینکه میگه که این داره بر اساس باورهای قالب اون روز قلب ما نظر میده منظورش چیه منظورش اینه میگه سی سال این مثال من خودم دارم میزنم uh, فرشان سی سال پیشه توی ایرانی ایم و یه دختر پسری حالا با هم رابطه میخوان داشته باشن به هر شکلی شده؟ اونجا قلب اینا چی میگه احتمالا قلب اینا نگرانه چرا چون از نظر خانواده ها رابطه حالا دوستانه پسر و دختر صمیمیش خوب نیست ما خانواده ها از سی سال پیش هم اوپن مایند بودن. آره اون راجع خانواده خودم دارم, دارم خب اون دو نفر قلبشون مزتربه آشفته است احتمالا نگرانه <تص> چون قلبشون داره یه چیزی دیگه رو میگه ولی همین الان قلبشون... قلبشون آشفته واقعا قلبشون به راه ذهنشون آشفته است نه دیگه ندای قلبشون چی میگه مثلا تصویر مامانش میاد تو من که عاشق اینم برو بریم آقا ندا کیه؟ بفرمایید ندا کیه ولی الان همین الان نگاه کنید چون این مفهوم یه چیز خیلی پذیرفته تریه توی خانواده ها ندای قلبش میگه خب من از این خوشم میاد من با این رابطه دارم می چی میگم این مثالیه که در واقع مثالیه که برای حرف آقای حراری که میگه قلب که داره مفاهیم دامین انتروز غالب روزو فقط به تو میگه پس این یعنی چی که میگی به قلبت گوش بده این یه چیزیه که در واقع خیلی از خواسته های ما در واقع داره از خیلی از تمایلات ما داره چیزایی برمیاد که توی ذهن ما کاشته شده بدونین که حواسمون بهش باشه برای همین توی اون اپیزود قبلی از من با این من صحبت کردم اینو قبول داری که مثلا اگر که مم. یه نفر داره فکر میکنه که من الان باید حالا تو این شرایط الان باید کمتر دستمو توالت بخرم که به همه برسه اینم هم کاشته شده توی ذهن تو یا این نه من خوبه نه من این این ایده غیر چیز غیر غیر نظام سرمایه داریه این مشکل نداره ولی اون ایده دیگه همه کاشته شدن نه من که این حرف راجعه تمام فکرهای تو که نمیزنم تو منظورم تو نوعی تمام فکرها نیست این داره مثال میزنه که یه سری از این فکرها یه سری از این خواسته ها بر مبنای در واقع چیزیه که ما انتخابش نکردیم تو وقتی راجع به دستمال توالت فکر میکنی میگی آقا این انسانی نیستش که من مثلا با یه بسته مثلا کارم را بیفته برای یه مدت من برم ده بسته بگیرم که خیالم راحت باشه در صورتی که مثلا همسایه من نداره خب تو به یه مفهوم دیگه باور داری اون لحظه که انسانیت اون خودش دوباره یه واقعیت مجازی دیگه است ولی میگه اگه اون لحظه داری فکر میکنی که من چون پول دارم و پولم میدم حقم با مشتری من میتونم ده بسته بخرم این دیگه چیزیه که نظام سرمایه داری کرده توی مغز تو لزوما هم همه اینا بد نیستن ها. بحث این نیستش که تمام این فکرهایی که از بیرون اومده بدن اه. همیتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه خوبیش اینه که آدم‌ها رو کنار هم نگه داشته همین فرهنگ و دین و همه اینا تونسته آدم‌ها رو کنار هم نگه داره بدیش اینه که اینا ممکنه با هم به تناقض برسن به تزاد برسن کشمکش ایجاد بشه خب یا مثلا حالا مثال میزنه از مسافرت خارج رفتن میگه دوباره این باور مصرف گرایانه است که تو باید بری تجربه کنی همه چیزا رو ببینی میگه مثلا انسان 200 300 سال پیش کجا مثلا میخواسته باشه بره یه کشور دیگر رو ببینه اصلا نیازی به این چیزا نداشه ولی خب الان چون تبلیغ میشه الان چون حالا رفت اومدم خیلی راحت تر شده تشویق میشه که بری پول تو مثلا یه جا دیگه خرج کنی و میگه این مصرف گراییه که میگه واسه اینکه خوشحال باشی باید مصرف کنیم اگه حس میکنی یه چیزی کمه یا درست نیست یا باید بریم یه چیزی بخریم مثلا ماشین بخریم یه لباس جدید بخریم غذای ارگانیک بخریم یا مثلا بریم یه سرویس جدید بخریم کلاس یوگا بریم نمیدونم بریم چه میدونم فلان کار معنوی رو انجام بدیم میدونی اینطور تشویق میکنه که خوشحال نیستی یه کاری انجام بدی مگه ما همین قبلش نگفتیم که همین نیاندرتال هم چیز در تجارت نه نه اونا سیپیان بودن سیپیانا بودن خب اونا هم ما بودیم دیگه ما بودیم. سال پیش نیستن دیگه مثلا آدمایی هستن که مال چه ما دو هزار سال پیش همین این کار میکردن دیگه درسته آره آره اصلا همینه به بحث اینه که این تفکر در واقع این نوع فکر کردن که ما به یه چیز غیر واقعی باور میاریم اون ویژگی اصلیه که تمیز میده ما رو از ناندرتالا بر اساس گفته های آقای ها حالا توی انسان اون موقع ممکن بود به یه سمبل دیگه ای باور داشتن به یه خدایی به یه دینی که باعث میشد اینا کنار هم باشن اونا رو منقرض کنن الان مثلا مصرفگرایی غالب شده توی ذهن ما ملیگرایی مثلا غالب شده توی ذهن ما فردگرایی که باعث میشه مثلا ما خیلی از تصمیمات رو بگیریم بله میگه کلا بازی این واقعیت مجازی، مجازیه ایمجین توی ذهن ماه که نقش پررنگی ایفا میکنه که ما چطور حالا عمل بکنیم و این مورد دومش بود مورد سوم چیه بهش میگه اینتر سابجکتیو مفاهیم اینتر سابجکتیو ببین یه, مف... یه مفهومی از ابجکتیو توضیح دادم مستقل از باور من وجود داره جاذبه مواد رادیو اکتیف نمیدونم اینکه توی در معرض ویروس کرونا باشی اینو میگیری این به باور من و تو ربطی نداره مستقل از باور من و تو این کار میکنه یه موضوعی هست که سابجکتیوه حقیقت اون مسئله توی ذهن ما با باور ما بالا پایین میشه عوض میشه مثال جالبی میزنم میگه همه بچه ها یه موجود خیالی دارن توی ذهنشون اکثر ماها داشتیم وقتی بچه بودیم و وقتی بچه ما باور داریم که این موجود وجود داره یه چیزی تو ذهن ماه ولی از یه سنی به بعد دیگه اونو میذاریمش کنار حقیقتش عوض بار من میشه من هنوز هست <applause> خود بار <من> بیرون نشسته <applause> فرض بر من نداشتم تا آره من داشتم من خودم به شخصی داشتم ولی خب از یه سنی از یه سنی به <تصفح> آقا <شا> شما <من> دکتر <تصفح> از یه سنی به بعد چون باورت عوض میشه اون حقیقت هم توی ذهن تو عوض میشه این میشه سابجکتیو حالا یه مورد سومی تعریف میکنه به اسم اینتر سابجکتیو یعنی چی یعنی باوریه که توی ذهن خیلی از ماها نقش بسته مثلا پول مثلا با. ملیت مثلا حقوق بشر فردگرایی حریم شخصی این یه باوریه که توی ذهن خیلی از ماها شکل بسته و اگه این وسط یه دونه عضوی که اون باور رو داره از بین بره اون باور توی جامعه هنوز زنده میمونه مگر اینکه همه رو قتل عام بکنی همه رو بکشی دیگه اون باوره هم باهاش از بین میره مثلا اگه چه میدونم تمام کسایی که به حقوق مثلا حیوانات باور دارن و شما از بین ببری دیگه اون باور واقعیت مجازی از بین میگم ر... واقعیت تخیلی از بین رفته بله اینجاش به دا. یه پارادوکسی ما میرسیم پارادوکسش اینه میگه برای اینکه حذف کنی یه عقیده یا که توی ذهن میلیاردها نفر شکل گرفته میگه برای اون کار نیاز به یه نیروی از بالا است به همکاری یه سازمان یه گروه خیلی بزرگ امروز کارون زده تو کار نیرو از بالا ها از بالا حالا امروز این سازمانه وارد بکنه به پایین <تصفح> این سازمانه واسه اینکه کنار هم کار کنه باید با هم همکاری کنن دیگه ما گفتیم هم که همکاری توی گروه های کوچیک فقط مویثره برای ما اگه این گروه قرار بزرگ بشه باید یه واقعیت تخیلی دیگه ای وارد کار بشه این اون پارادکس است میگه حالا شما بخوای الان ذهن همه رو از یه واقعیت تخیلی که الان وجود داره خالی بکنی یه واقعیت تخیلی دیگه ای رو باید جایگزینش کنی مثلا اون آدمی که دین داره مثلا خدا پرسته اگه بخوای ذهنش رو عوض کنیم یا یه باور جدید بهش میدی حالا چه نه مثلا کمونیست میشه باز به یه چیز دیگه باور پیدا میکنه یا میره بودیست ها. میشه میشه طرفدار بودا میشه میدونی یه چیزی رو داری با یه چیزی دیگه جایگزین میکنی انگار ذهن ما نیاز داره به اون تخیله به اون مفهوم تخیلیه و میگه که هیچ راهی برای خروج از این imagined اوردر یا imagined reality وجود نداره همین چیزی که ایمان میگه ایمان پرسید قدیم مثلا یه اعتمادی بوده که باعث میشد سیپینا در واقع تجارت کنن از کجا به کجا بعد نمیدونم اون عوض شده ملیت وارد قضیه شده بعد مصرفگرایی و سرمایهداری اومده الان چیزهای دیگه ممکنه بعد کرونا بیاد میگه دارد. هیچ راه خروجی از این واقعیت تخیلی وجود نداره و ما به محض اینکه از یکیش فرار میکنیم میایم بیرون عین اینه, اینه که از دیوارهای یه زندان فرار کردیم میدویم توی یه محیطی که دورش دیوارهای یه زندان بزرگتره و همه اینا در واقع توی ذهن ما داره میگذره و شکل میده جهت میده به زندگی ما و هممونم در عین حال قادر نیستیم که بپذیریم اینا در واقع زاییده همین واقعیت های تخیلیه به این سه دلیلی که ایشون اشاره میکنه این حالا تحلیل ایشون نقد روش هست نمیگیم درست مطلقه ولی جالبه فکر کردن به اینا جالبه همه ماها یه باورایی توی ذهنمون هست که حتی نمیدونیم از کجا آمده از بچگی با همون بوده و هیچ وقت هم حتی بهش فکر نکردیم دوباره ارزیابیش نکردیم ولی بهش باور داریم ولی خیلی از کارهای روزانهمون ممکنه بر اساس اون انجام برد. بدی آره مثلا بعد ماهی میری یه چیزی میخوری که سردید نشه یهو یه حد. چیزی از یه جایی اومده تو ذهنت بعد مزاج بلغمی نشی. آره تمام شد جالب بود پیچید ما رو دوباره هیچ برید دو سه بری بار گوش بدید ببینید در نخونه چی گفت ترکیبی جالب بخونه دیگه. برامون بخونید جالب بخونید چهار تا جالب بخون میخوای من دوتا از توییتر بخونم و من دوتا آره بخونم آره اه... توییتر سینا گفته بوده که یکی از پادکست های خودمونی و خیلی باحال که حدود یک سال اپیزوداشون رو گوش میدم اسمش خودکسته پیشنهاد میکنن که کار ما رو دنبال کنن دستتون درد نکنه و یه دوست گله دیگه هم گفته بودن که من از وقتی اسمشون نرمینه فرموده بودن که از وقتی که تصویری تو یوتیوب دیدم دیگه نمیتونم گوش بدم تصویری خیلی بهتر و خفن تره با این کیفیت تصویری که ما کارو بدونم یه چیز تیر و عجیبی افتاده اون پشت قیافه من لازم نیست آره ولی خب متاسفانه از موقعی که قرنطینه اومده اینطوری شدی یا مثلا فرزادم یا تاثیرش میره نمیدونم چرا آقا من از هم پور کانکشن ولی خب میره. مرسی از کسایی با. که دارن تصویری نگاه میکنن تو یوتیوب گفتیم اگر که سابسکرایب بکنید به ما خیلی میتونید به ما کمک بکنید فرزاد جان تصویرتو میخوای برگردونی یا همینو میخوای ادامه بدی؟ من پول کانکشن بس بس. شدم صدا قطع میشه اینترنت دیگه. قوی بگیرید شهر که چیز کنید اینترنت قوی بگیرید اینترنت نمیدونم چرا میاد پایین حالا میخوای تو بگو تا تصویرت برگردی دیگه بگو باش من از اینستاگرام شروع کنم قبل اینکه جالب بگیم الهام گفته که آقا میشه کارون دیگه میکروفونش رو رو استن نذاره همیشه دستش بگیره مرسی چشم میبینید که انجام دادم و این دو تا قسمت رو میکروفون به دستم شخصیت تو بدون استن دوست داشت بدون استن بیشتر دوست دارم كا... رو کست باکس فائزه گفته که سلام مرسی بابت اپیزود های جذابتون میشه شما هم لایو کست بذارید تو این روزای لایو کست غارانتینه... باشید تو این روزای قرنطینه صحبت کنیم جالب میشه مرسی حالا ما در زیاد فکر کردیم فکر کنم که این کار رو انجام بدیم یکی از چیزهایی که ما رو در واقع نگه میداره که این کار انجام ندیم اختلاف زمانیه ما اگر که بخوایم یه جوری پخش بکنیم که توی ایران حالا قابل شنیدن باشه قابل دیدن باشه و اینا یا باید صبح زود ایران باشه مثلا شام هم نه و باشه نه و ده صبح ایران باشه یا اینکه باید نوده شب ایران باشه حالا به بعد مثلا به تا دوازده اینا برای همین یه ذره سخت میشه و اینکه ببینیم چی میشه دیگه اگر که بتونیم در واقع اون کارهای تکنیکی رو انجام بدیم احتمالا بتونیم یه اپیزود لایو یا تو اینستاگرام یا توی, توی لایو کست و جای مختلف بذاریم که با دوستان ارتباط مستقیم داشته باشیم در مورد جالبایی که رو اینستاگرام گفته بودن ببخشید اه... گفتن که خرید بی سابقه توفنگ در آمریکا تو این روزای کرونایی ای جالب بوده براشون یه کمی هم خطرناکه گفتم که... دیگه برای همین چیز دیگه برای میخوام میترسن زامبی اتفاق بیفته از الان مردم استاکاپ میکنن ببین از الان طرف رفته فشنگو و اصلاحش خریده گذاشته اتفاق افتاد بیاد بیرون شروع کنه به اسپری کردن گفتن که من... افزایش سه برابری آمار اختلافات زوجین ایرانی در قرنطینه آره <تص> بعد قرنطینه اتفاقات عجیبی میافته بی من با چین هر چین چی شد چین بعد اینکه چیزهای دولتی باز شد ارگاناشون خیلی آمار طلاق رفت بالا ولی خب به خاطر که بسته بود حالا ببین آره من با هر کی صحبت میکنم مستقل از فرمیشن اون فرمتی که سبک زندگیش داره الان تو قرنطینه یعنی چه با خانواده باشه مادر پدر چه حالا با پارتنر باشه چه اصلا بچه داشته باشه اینا همه شکارن یعنی هر کی تو هر شرایطیه یه جوری داره بهش فشار چه اصلا تنها باشه هم یه مدل دیگه داره بهش فشار میاد نه اینکه کسایی که باشون در ارتباطی نگو چون من الان نشستم اینجا هیچ فشاری روم نیست کاملا آزادانه نشستم من میتونم تا ماه های دیگه هم اینطوری بشینم هیچ هم رو باید. تو احتمالا داری میبینی ما را... یه سری آدم ها رو و به ما نمیگی ما رو نمیبینی به جاش نه به خدا نه به خدا من تنها کسی که دیدم این چیز بوده کشیه توی سوپر رفتم و خرید کردم و اینا فقط این صندوق داره بوده ولی واقعا حالا بعضی ها هستن که اینطوری هنها یعنی من به آوازیه که, یعنی که متعهلا صحبت میکنم یا حالا با دوست دخترشون زندگی میکنن یه مشکلاتی الان براشون به وجود اومده چون 24 ساعت دیگه این طوری نشسته دیوانه میشی صبح چی شما میکنی هست ظهر سر هست اسرونه هست شام هست میخوابی هست یه ذری کم کنیم بودن تو یه ذری کم باش <applause> بیرونم که نمیتونی بری آره بعد از اون بدتر میدونی بری. چیه اینی که جمعی. بچه داشته باشی بچه, بچه کوچیک اون که دیگه مرگه دیگه واقعا با... مثلا برای چیزای دیگه حالا ما هیچ کنون بچه نداریم شاید نتونیم در این مورد نظر بدیم ولی مثلا من دیدم کسایی که مثلا میان فوتبال مثلا ورزش میرن به هر روز تو یه جوری پر میکنی اون تمام مدت اینجوری کنار هم نشنستین ننشستین نه <applause> این مازم همیشه راجبش صحبت میکنه دیگه همیشه یه جوک راجبه میره که بابا مثلا بچه تو خونه داشتن خیلی سخته اون روزا که میرن مدرسه چون واقعیت دیگه روزمان همه به زبون نمیارن مثلا چون میخوان بگم عاشق بچه همونی ولی فشار دیگه الان من دقیقا همین که تو میگی من هر کمدی گوش میدم توی این شرایط قرنطینه یه اشاره میکنه آقا این بچه ما رو سرویس کرد <تص> بعد تو الان دیگه درس هم باید بهش بدی یعنی مدرسه هم دیگه نمیره تو درسش هم تو باید بدی آره الان شرایط سخت شده برای والدین خلاصه که اگه تو این شرایطی خوش بگذره آره شرمنده دیگه یه اتفاق بیفته کمکی بهتون بشه خب بعدی آقا من از خواهی کنم بایی تصویرم میره و میاد این دیگه. باید این کارون داشتیم رو گروه حرف زنیم تو هفته یه اجرایی شده بود تو ایران گفت اینو نمیدونم حالا رو شوخی گفته اینو بگم آه. واقعا نه نه بگو بگو, بگو, بگو بگو من میخوام فوش بدم بگو من چیزی که دیدم حالا واقعیتش زیاد بگو خودت کار خودت توضیح جدنم. بده خودت بگی چی بگی مثل این که بنیامین حالا نمیدونم تو کدوم برنامه داش آهنگ دو... برنامه مهرامدیریه برنامه مهرامدیری دور همین داشت بر آهنگ بوی ایدی بوی ایدی یه چیز رو میخوند کودک <applause> <تصف> <تصف> کودکانه اسمش, آسمش کودکانه است آره فرهاد خونده که آره فرهاد شهر قمبری شاعرش آهنگسازش هم منفرد زده بخونی تو رو خواهی اینو یکی سرچ کنه من اشتباه نگفته باشم حالا کارم بگو آره من اینو گفتم فرهاد بگی که من شکایت خودم رو اعلام کنم این همون اول که من دیدم این اینو خونده من شاکی شدم بعد دیدم که او همه جا واقعا, واقعا دارن بهش واکنش نشون میدن و اینا بابا ببین یه سری آدم ها هستن اینا بزرگ اون مملکتن یه سری آدم ها هستن که با سوادن تاثیر گذاشتن توی روند حالا فرهنگی اون جامعه که این سه نفری که ما اسم بردیم که ایمان الان تصدیق باید بکنه که من اشتباه نگفته باشم یه موقع اسما رو خواننده رو که مطمئنی فرهاد اینا آدم های مهمی بودن، اینا هنرمند بودن، اینا اهل قلم بودن، اینا فکر داشتن، اینا تاثیر خیلی زیادی، عمیقی داشتن توی فرهنگ. حضورشون صرفاً برای سرگرمی نبوده. اون ای که حضورش از اول صرفاً برای سرگرمی و مسخره بازی بوده، نه صدای خیلی خاصی داشته، نه هنر خاصی داشته. حق نداره بیاد استفاده سو استفاده بکنه از اون آهنگی که توی حالا ذهن و قلب خیلی از ما ایرانی ها یه معنای دیگه ای داره شعرش رو عوض کنه یه چیز چرندی روش بذاره تا بیاد چی بگی بگه من استفاده کردم همونجور که فلان شاعر از فلان شاعر اقتباس میکنه هم چی کار میکنه ما هم همین کار که اصلا شوخیش هم زشته اصلا این حرفا رو به ذهنتون هم راه ندید چون شما شاید به درد سرگرم کردن میخور. اصلا تو اون جایگاهی نیستید که پاتون جای پای این انسان بزرگ بذارید اسم رو بگو شهریار قنبری آهنگساز آره. اسفندیار منفردزاده آره درست از آره. این خواننده اسفندیار منفردزاده خواننده که فرهاد مهرات همین دیگه من شکایتمو اعلام کردم شما اه... اصلا جاتون رو پای این بزرگان نذارید چون ببین... نکنید اه... ببین... من میدید با چیش خیلی مشکل داشتم اینکه اومد خواهش رو با حافظ و فلان و اینا مقایسه کرد یعنی اول که مثلا این اصلا مقایسش اشتباس یعنی کسی که با آهنگ ساعت دیوار چشمات قلبم نمی آی نمی نامه عاشق نمیخوای خواهی آره این سرگرمی بود صرفا من درد تو من درد تو سرد برگرد برگرد من درد تو سرد برگرد برگرد واقعا اگه این یاوه نیست چی یاوه است افکه من نمی اون لفظی که باید به کار ببرم به کار ببرم ببین داریم خیلی نزدیک میشیم یعنی من احساس میکنم ما تا ماه دیگه این الفاظ رو کامل به کار میبریم و اصلا خودکست یه جایگاه دیگه پیدا میکنه توی پادکست ها ولی همین دیگه میگم یعنی کسی که آهنگ مثلا خیلی معروفش که ما خودمونم حالا گوش میدادیم و من نمیگم من از اولش فرهاد گوش میدادم ما موقعی که جوون بودیم این چرندیاتو گوش میدیم طرف نمائیم. با ساعت دیوار چشمات قلبم نمیای 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 <applause> آلبوم گریه نامه عاشق نمیخوای نمی نمیای نمیای اونم که میگه دنیا می دیگه مثل تو نداره اینم هم مال همین بود اونم همونه دیگه یعنی همینه میگم این سرگرمیه تو که وظیفه شغلت سرگرم کردن آدم هاست نباید بیای از یه اثر هنری که یه سری آدم تاثیرگذار داشتن سوء استفاده کنی میگه بوی ایدی بوی تو بابا مرز من بگم دا... <applause> من برای این گروه هم نوشتم من به نظرم آهنگ اصلا مستحجن شد یعنی اصلا چیزایی که گفت من باورم نمیشد که پخش کردن توی صدا و سیما حالا توی هر چیزی که هست توی اون شبکه خانگی این اگر که یه بار دیگه برید گوش بکنید اینو این داره واقعا یه صحنه ای رو ترسیم میکنه که شاید مناسب نباشه من نظرم که از همدیگه بالا نریم. فردا که بوی ایدی, ایدی، بوی تو بوی کاغذ رنگی آره اینجاشو که عوض نکردی. بوی تند تپش قلب من از دیدن تو. بوی تند تپش قلب من؟ بوی تند تپش قلب من از دیدن تو. آقا تپش قلب شما بو میده. بوی شاید من در این اشتباه میگم چون خیلی مسخره است. <applause> بوی عطر نخون دیگه اصلا با تو رفتن توی یک خونه نو آره مکان با اینا حواسمو جمع میکنم با اینا عشقمو محکم میکنم واقعا زشته من دیگه حرفی بعد چند ثانیه اولش شیدم سریع قطع کردم چون نه صدا نه شعر اصلا داشت خراب میکردون اون آره. مدلی که بعد از این آهنگ و این افرادش حالا بس دیگه خیلی روش مانوف ندیم ولی فکر کنم اکثریت با ما هم فکر رو هم عقیده باشن توی این قضیه که نباید این کار میکرد زشت بود مهراتیدن هم یه دن استوری گذاشته بود گفته بودش که توی این <applause> وقتی که سالها بعد از این وقتی این روزها رو یادم بیاد یکی این فاجعه کرونا یادم میاد یکی این خوندن افتضاح قاهنگ کودکانه از بینیا میده <تصفيق> <تصفيق> دیگه چیز چیزی دیگه هم داشتی؟ <applause> دیگه آه در مورد یه گفتن یه داروی حالا هی کامنت هم آمده بود نگین از کرونا و فلان و اینا ولی اصلا نمیشه دیگه دنیا شده کرونا دانشگاه یه دانشگاه تو استرالیا اعلام کرده که یه داروی که برای زد، داروی زد آره شپش بوده داروی زده شپش بوده الان دیدن که تو 48 ساعت کرونا رو درمان میکنه نمیدونم چه جوری داروی زده شپش رو مگه میخوردن نمیدونم تو ویو چیز استرالیا نوشته بود داشتم میخوندم البته من بعید میدونم رو انسان تست کرده باشن اه... آره دانشمندا پیش بینی میکنن تا آزمایش این داروی انسان احتمالا یک ماه طول خواهد کشید اینو رو خود ویروس توی آزمایشگاه تست کرده بود آه، یه... یه خبر جالب دیگه هم که دیدم مال دیروز بود یه خانمی میخواست از واشنگتن دی سی بره بوستون اه... برای اینکه مامانش یه آخرین روزایی بوده که زنده بوده ادبیان. خیلی هم نگران بوده که حالا میره پرواز و کرونا و اینا وقتی میره تو پرواز میره که تنها نفریه که تو اون پروازه <تصفيق> <تصفيق> و از اون اپگریدش میکنن به فرست کلاس و بهترین سرویس رو میبره. دراز بکشی يا. آره و لذتش میبره این خانم آره خیلی هم عالی ما بریم 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 خیلی هم عالی مرسی که تا اینجا برنامه با ما بودید ما توی تمام فضای مجازی اسم اون خودکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که می‌خواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ